تست شماره 34 تست مفهومه، گفته مشخص بکن مناسب رو برای مفهوم. خب توی تست مفهوم ما اول بایستی بفهمیم که اون مطلبی که در صورت سوال بهمون داده شده چی هستش، موضوعش در مورد چی هستش، و بعدش یکی یکی گزینه‌ها رو بررسی بکنیم ببینیم که کدوم قرابت و نزدیکی برقرار می‌کنن با موضوع صورت سوال. چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباری که تا بر هم زنی دیده نه این بینی و آن بینی. مصرع دوم فوق‌العاده زیبا داره بیان می‌کنه که اگر مشکلات و غم‌ها و سختی‌ها هستش غمش رو نخور، به خاطر اینکه به یک چشم هم زدن از بین خواهد رفت. توی گزینه یک ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، میگه که خداوند نمیخواد قرار بده برای تو سختی و مشکلی که ربطی به چشم بر هم زدنی از بین رفتن نداره. دومیش لکه الا تحزن و الا مفاتکم، میگه غمگین نباشید که بر آن چیزی که از دست رفته. پس کاملا مرتبطه، غم نخوردن برای چیزی که از دست رفته رو در گزینه دو هم داره میگه. سومی اصا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، میگه چه بسا که در چیزی که راحت داری و ولی که اون برای تو بهتر هستش. و این گزینه سه داره توجهمون رو به این که ما از هر اتفاقی اطلاع کافی نداریم و ممکنه که اون برای ما خوب باشه جلب میکنه. گزینه چهار میگه نه احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی بکنید برای خودتون بهتر هستش، که کاملا واضحه که باز ارتباط مفهومی و معنایی با عبارت صورت سوال نداره و جوابمش هم گزینه دو.